سلام و فرا خبر خوش آمدید در این برنامه در کابل سران سرگرم اختلافهای درونی در نیویورک نگرانی از بقای حکومت وحدت ملی چالش ها در سطح بلند آن قرار دارند نه تنها از آن رو که شماری از مراکز ولایت ها از دست می روند حتی اگر موقت هم باشد با آن هم این چالش ها از رهگذر سیاسی برای حکومت وحدت ملی پیامدهای های چشمگیری خواهند داشت خوشتیبترین اسب دنیا صدای هشدار از احتمال وقوع فاجعه در افغانستان در سال پیش رو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بالا گرفته است نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی برای بقایش در سال پیش رو باید از پنج آزمون موفقانه بگذرد در غیر آن اگر کوتاه بیاید با یک فاجعه سر دوچار گردد. نیکولاس هایسم از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهد تا با اقتصاد در حال در هم میزان بلند بیکاری شورشگری فزاینده و فضای سیاسی بینهایت شکننده باید بدرنگ رسیدگی کند تا از آزمون حفظ بقایش موفقانه بدر آید اما نگرانی سازمان ملل متحد از بقای حکومت وحدت ملی چقدر جدی است خیلی خوش آمدین آقای فکور چند روز پیش رئیس اداره امنیت ملی یالات متحده آمریکا از احتمال ناکامی نظام سیاسی در افغانستان بر رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داد امروز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان حکومت وحدت ملی را همین هشدار تاکید کرد و گفت که احتمال بقای حکومت افغانستان در سال 2016 خیلی کم است اگر حکومت افغانستان از چند آزمون خیلی بزرگ موفقانه بدر در نیاید در واقع اگر این دو مسئله را در نظر داشته باشیم چی جریان دارد در افغانستان ما فکر میکنم که اصلا پیغام یوه شخصیت و ديروس خصوصا نماینده ملل متات در افغانستان دو جهت توشنده داره جهت اولش برای مصرف داخلی مصرف داخلی وقته کی رئیس استخبارات امریکا اظهار نظر میکنه که در سال 2016 دولت افغانستان به سقوط سیاسی مواجه است منظورش این است که سنا را با خود داشته باشه توجه حکومت ایالات متحده آمریکا را جلب کنه و کمک‌های بیشتر و جهت دومش طرف دولت افغانستان و سران ای حکومت وحدت ملی است که در خواب غفلت نباشل کومکای مو تاوته دوام ن میکنه در کار بیهبود باید بیای او کشرف صورت بگیره دوم نمایه سازمان ملل متحد یک کمگی درې جات غلو میکنه په خاطر یزي کی یا میخواهین ماموریت سازمان ملل متحد ارسال تمدید میشه و نظر شورای امنیت جمن با خود داشته باشه و او وقتی صورت میگیره که یا وزیر یک کمگی خرابتر نشان بده تا شورای امنیت به صورت امنوا امکاری کنن و این ماموریت تمدید کنن در صورت که یا اردویشان میفهمه که پیشرفت در اقتصاد پیشرفت در امنیت پشرفت در ازبن بردن بیکاری ای با کومکا و مشورای دنیاي غرب او امریکا تعلق داره و جهت دوم شیست کی دولت حکومت وحدت ملی باید در کارهای خود تغییر بیاره پیشرفت وکنن من فکر میکنوم ای دو جات دارن او تنها مربوطې نیمه شي کې مثلا کې دیروز رئیس انټوم به ډاکټر سبا اشرف غنی وکتن کې الای فساد باید مبارزه شوه از حرف باید به عمل بیایم وې جديس دقیقس کې حکومت افغانستان دغه فرصت نه داره و فرصتش روبه خلاصیس خلاصی است باید تغییرات در اصلاحات در با با میان آمدن سیستم انتخاباتی خوب مبارزه علیه فساد اداری کمکاری عدم تطبیق پلان باید تغییرات را بیاره آقای فکور اما دیده میشه که هشدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از واقعیت های عینی افغانستان منشأ میگیره اقتصاد در حال در هم است میزان بیکاری با پیمانه خیلی بالا وجود دارد شورشگری رو به افزایش است و در کنار از این فضای سیاسی در افغانستان با توجه به این گفته های آقای هایسام خیلی شکننده است و اگر به این موارد رسیدگی نشه احتمال وقوع فاجعه بسیار زیاد نزدیک است فکر میکنین که این هشدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد چقدر به واقعیت نزدیک است ما گفتم بازم یک دفعه تکرار میکنم که یک جهتی اوشدار در او یک کمک زیاد رویست ای که میخواین یک تعدید وجود داشته باشه و شورای امنیت ماموریت یک ساله نماینده سازمان ملل متحد تمدید کنه و جهت دومش مربوط یه هم هست که وضع در افغانستان پیشرفت نمیکنه از اما از لحاظ اقتصادی اما از لحاظ امنیتی و در قدم دوم تمام پیشرفت در مبارزه علیه فساد اداری در وجود آوردن اصلاحات در رشد اقتصاد و از میان بردن بیکاری ای مربوط به کمک‌ها و های جامعه جهانی هم میشه ولی حالا شورای امنیت سازمان ملل متحد چی منفعت از ادامه حضورش در افغانستان میبره برای توجیه ادامه حضورش در افغانستان چنین یک اظهار نظر مطرح می سازه. ما فکر میکنم که قدرت های بزرگی که در شورای امنیت وجود داره و ماموریت افغانستان یگانه ماموریتی است که به اتفاق آرا کدام عضو دایمی شورای امنیت و اعضای علال بدلش مخالفت نداره به این خاطر یا میخواین که این ماموریت تمدید شوه و در تمدیدش باید اختلاف نظر وجود نداشته باشه که اظهارات که ما مثلا یا میگن که ممکن ولایات سقوط بکنه یعنی ما مواجه به این بودیم که قندوز سقوط کرد دولت تانست دوباره قندوز بگیره حالی که مشکلات زیاد در علمند است و ما باور داریم که طالبا پیشرفت د ریجات کار نه میتونه کی علما د سقوط پته ولی جهات دیګیش کی دولت افغانستان باید در خواب غفلت نباشه او ایست کی د ری پیغام علائم وجود داره کی اگر یا کارها را تور کی هست ادامه پته اصلاحات نه بیاره سرت در کار خود نه بیاره کار به اهل کار نسپره ا نو زم چوکياره به خاطر امتیاز او قدرت طلبي تقسيم میکنه نه چوکيره به خاطر راهي خدمات ما بهي با باور درم كه وزه مثل که یا گفتن بتر خواد شد اما دولت افغانستان باید فکری را نکنه که یا یک طفل نازدانی است که شورای امنیت و غرب یا را در بالین خود میگیره و برایشان شیر میته اگر گریه کنه ما به با این باور دارم که دیگه وقت حرف گذاشته مثل که منشی ناتو برایشان گفت هم دکتر دا اشرف غنی که شما در یک مقرری شما را تب لارځه میگیره او دوه هفتې هفتہ مسلې یک مقرری حل карда نمیتونین شما موضوع انتخابات و کمیسیون گوزینش حل карда نمیتونین و خصوصا در تفاهم نامه جایی است که یا عملی کده نمیتونه یا باید دوباره به با تفاهم نامه یک تجدید نظر بکنن اوی که اگر پست اجرایوی کار نمیکنه پیشرفت نمیکنه میتونه پست اجرایوی را از بین ببره و دکتر عبدالله را بیاره باعث معاون اول بشانه سلایت های قانونی شمالون بکنه اما سرنوشت معاون مو... و... اول جنرال دوستم چی میشه در آن صورت و بحث توافق نامه سیاسی فکر نمیکنید نقض میگردد من به باور دارم که توافقنامه سیاسی به ایس یک توافقنامه بین دو شخصیت میتونه تجدید نظر شوه و دوباره نظر بینی شوه به خاطر ازی که آل رویه است که 50 50 چوکی تقسیم میشه وعمو ما مسکه اطلاع تر ک ما درم ک حتی در صحبتای ویډیوئی اوباما به ډاکټر سب عبد الله اشاره شته که شما در اختیارات قانوني رئیس جمهور مداخله نکونین در تفاهم نامې سیاسي نیوښته شده که در مقرریه با شما مشوره میشه اما شما مبینین کی یک مقرری یک معين ماها را در بر میگیره یا اگر عبد الله معریفی کو اشرف غنی نیست یا در سفر است یا در جلسه است یا به ولایات رفته کارها پسمانده دولت پیشرفت نکده و شما باور کنین کی دولت نیمروز را میگم کی شما در هم کابل و در اطراف ولسوالیا برین بعد از 12 بجې رسمان ادارات دولتی رخصت است به نام نماز و نان چاشت که میرن باز نمی آقای فقور به اساس چی ریاست اجرای حلف شاور دکتر عبدالله معاون نخست رئیس جمهور تعیین گردد و سرنوشت جنرال دوسم همچنان مبهم بمانه این یا به اساس چی پیشنهاد میکنین؟ ارگا یاد درک و ما با این باور دارم که درک کدن و این فشارهایی که از طرف جامعه بینملی و دوستان بینملی شم وارد میشه در سیاست طوری هست وقتی که یک تان کار به جای حل پرابلم پرابلم ها را ایجاد میکد شما میتونی نور تغییر بیتید او که ما میتونیم جنرال صاحب دوستوم باعث با مرزای خودش استعفا کنه که این قانونی اساسی است او ډاکټر عبد الله بیا به سیمونه ول نی اول او جنرال سب دوستوم uh, uh, چوکي جنرالي uh, مارشالي دیګه براښم مې پذیران این طرح دکتر عبدالله و دوستم من میگم که اگر یا در تفاهم با هم بیاید چوکی به خاطر امتیاز نباشه چوکی به خاطر قدرت شخصی و فامیلیش نباشه چوکی به خاطر ازی باشه که کار پیش بره حالی که میبینن که کار پیش نمیره در گل بند ماندن و یک قدم هم پیش رفته نمیتونن باید یا با هم بشینن تفاهم کنن که یک رای که ملت ته خدمات وړاندې کوو کار پرشرفت وکنه پیدا کوو از لحاظ قانوني خوب شي است کې جنرال سب دوستو مستعفا مته مقرر مشه يا وزير دفاع مشه يا رئيس امنيت مشه د ډاکټر عبد الله په موافقه ولسي جرګه میاي بایس رئيس ماوین اول اوجه صلاحيتای قانوني ش معلومه شمه شما مې اطلاع دروم کتاباله حتی کوچکترین فرمان و مکتوب رئیس جمهور به دکتر عبدالله نداده که مطابق تفاهم نامه امی ها از خودت تست و ای مربوط رئیس جمهور میشه وقتی که یک رئیس اجرایوی صرف از رای جنجال از رای مقاومت از رای بسیباتی و فشار وارد کردن سلایت های خود به دست میره نه از لحاظ قانونی هم از که اما این سلایت ها باید به با اساس رای مردم برای ریاست اجرایه داده شود میلیون ها رایت با خود داره آقای عبدالله دقیق است من میگم که وقتی وقت که ای نیاز نداره از رای زور و جبر از رئیس جمهور صلاحیت نیست این ای 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 صلاحیت ها را ای نو تشکیل تفاهم نامی سیاسی به میان آورده و رئیس جمهور از لحاظ سیاسی صلاحیت داره که یک قسمتی از صلاحیت‌های خود به رئیس اجرایی بسپاره اما چرا این کار صورت نمیگیره به خاطر حل نمیگیره به از اینکه ای یا عادت نکدن که صلاحیت را تقسیم کنن رهبرای سیاسی افغانستان خوش داره صلاحیت زیاد با اوده داشته باشه کار کم د, 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 د دیگه جایه در نظام های انتخاباتی طوری است که وقتی که صلاحیت داری مردم از پیشت کار و خدمات میخواه وقتی که کار و خدمات انجام ندادی مردم باز رای نمیده پس آقای فکور به این حساب درگیری رئیس جمهور رئیس اجرای بر سر تقسیم قدرت بیشتر تهدید متوجه بقای حکومت وحدت ملی می تا تهدیدهای طالبان دقیق است ما, ما به با باور دارم یکی ای که طالبان بوا سیاستشان با مشوره با اس آی تلاش شانی است که جنگ تشدید کدن کی یی قسمت یا ولسوالیا ولایت بگیره او گپ جداست که حکومت و ورډوی ما و ناامادگی میگیرن باوجود کی ناکارایی از یا از ناکارایی سیاسی است و ما به این باور دارم که اغلب مشکلاتی که ما پلان تطبیق کرده نمیتونیم بیکاری را از میان نبردیم امنیت تامین کرده نمیتونیم این مربوط رهبری سیاسی است که یا در جنگ و جدال در تقسیم قدرت نتانستن یا از لحاظ قانونی و سیاسی صلاحیت را تقسیم کنه و او صلاحیت نرمال جریان پیدا کنه هر دفعه در یک مقرری باید یا بین با خود مشاجره کنن و تا هره تاسو دیدین در برترافي استعفای وزیر داخله او برترافي مويني ارشدش رئیس جمهور گاد خود روان کرد با وزارت داخله وزارت داخله نز... مثل که علی وزارت داخله کودتا شده تا سری از او فشار وارد شد که او پس شو و عبدالرحمن مقرر شو این قسم دوام ما به این باور دارم که پیامایی را که جامعه بین المللی این دفعه میته شما قبلا دیدین نه. که در سابق سیاست مدارایش پیام میداد آل نظامی ها ناتو پیام میته که دیگه ما کمک کده نمیتونیم اگر علی فساد مبارز از صورت نگیره مداری، خوب رواج نشه با. ما به این خاطر میگم که اگر شما نتونستین کار را به این قسم بهتر بسازین تغییر بدین آقای فکر از یک سو نارسایی ها در ساختار حکومت وحدت ملی از سو دیگر هشدار های مقام های ارشد کشورهای حامی افغانستان فکر نمی که این وضعیت به گونه طالبان ترغیب میکنه و طالبان از این وضعیت بهره میجویند به خاطر ادامه جنگشان در افغانستان دقیقه از یک طرف آه، آه، پالیسی ا طالب بیارین په چوکی میز مذاکره بشینین می و را جرات داده ناز میکنن و رول کته پا ایس ای پاکستان تقسیم کړه ایس ای پاکستان به راش میگه م تط تط میکنو مو تو نخره کو تو بګو نمایم یک یاره با جرات ساختکه یقدر مهم استن که با اعتماد میز مذاکره بشینیم دوم ما به باور دارم اختلافات درونی بین زممداران سیاسي حکومت وې ناکارايي شان سبب دلاوري طالبان ا شته د طالبو فکر میکنند ک امروز یا سبا وخت ک پیغامای دوستای به این ملیشن مشنوه یا فکر میکنند ک ما باید ما کم شویم مقاومت کړیم میشه ک یک ولایت به دیس بیرم میشه ولوسوالیاره همال شما د دې اضافه از 20 ولوسوالیره طالب به دیس داره او اوجه پایگاهشان است او پاکستان هم شاید ام استدلال وکنه ک دیگه طالبان پښمان نس پیغام را ک داده ک ما میکشیم و نه طالبات افغانستان از برنک شن حساب کنین بجنګین ما بهي باور دارم که نواقص کې دره رهبری سیاسي وجود داره کتاباله یا نتا نيسته يک پروسي نورمال سياسي تقرر اجرئات عملی کردن پلان پلان ساختن با میان بیاره ای از اختلافات شخصی دو شخصیت است و رهبری سیاسی ما فکر میکنه که چوکی به خاطر امتیاز است نه به خاطر ارائه خدمات برای مردم بله آقای فکور نماینده ویژه سازمان ملل متحد الا بر رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داده اگر از پنج آزمون موفق به در نیایند افغانستان سر دوچار فاجعه میشه رئیس جمهور رئیس اجرایی از این آزمون چگونه میتونن موفق بیرون ایاند خطر مبای با باور دارم بامي تشکیل بامي ساسو برګ کې یا درن مناسبات کې دا یا درن یا قطن پنج موضوع کې تامین امنیت رشتے اقتصاد د جلوګیری از فرار و مبارزه علی فساد و از میان بردن بیکاری ای چیزی است که یا مبای با باور دارم که حکومت خود اداره کړی نه میتای این پنج معزله را خوال کده نمیتونه با مشکلی که تا جامعه بین المللی کمک های خود زیاد نکنه تا جامعه بین المللی یک مکانیزم را ایجاد نکنه تا یارا مجبور بسازه که در این پنج جهت باید یا پیشرفت بکنه غیر از این مشورهای شفاهی که از دور برایشان داده میشه سریع شخصیت ها تاثیر نداره و که خب اگر ها همچنان ادامه پیدا کنه در داخل حکومت افغانستان ظرفیت به خاطر عملی سازی این کمک ها وجود نداشته باشد در آن صورت باز هم افغانستان او قوی فاجعه تهدید میکنه دقیق است من به با باور دارم که یا اگر صرف به این کفایت میکنن که بگوین که دولت افغانستان باید به این پنج صف پیشرفت بکنه من به با باور دارم که این کار کردن پس میتانن. اگر این دو دکتر نتونن این پنج درد افغانستان درمان کنن پس کی کس میتونه این درد در جامعه بین المللی ناتو و امریکایا و همین حکومت شورای ملی باید با, با کمک جامعه بین المللی یک کمیسیون فوقلادی دیگه را بسازند که تا این حکومت دارای پلان بسازد دارای استراتژی بسازد و کمک کنه که یا در مبارزه علی فساد شما این آلی میبینید که در دولت افغانستان در زمان کرزای بود که فساد در برابر تامین امنیت باعث یک سیاست اجازه میدادن اشرف غنی همی کار میکنه که چشم میکنه میگذره رشوت خور سابق محکمه نمیکنه مفسدی که در قرار داده سوی استفاده کنه غرض نداره بخاطر از یا میترسن که ثبات از میان میبره اشرف غنی اگر اجازه دادن فساده به خاطر تامین ثبات مثل کرزای واری این سیاست پیش میبره در این ناکام است از جامعه بین المللی درخواست مایی است که فوق العاده باید با اظهارات کفایت نکنه باید عملا یار یک کمیسیونی را تعیین کنه مشترک که پلانای را ببینن و تطبیق بخواه و زمان برایشان بگذاره که تا این زمان شما این کارا بکنین تا این زمان یک ای مسئله دیگر در اخیر میخوام از شما بشنوم. بسیاری از مردم افغان افغانستان هشدارها را تبلیغات سیاسی غرب میپندارند میگن در سال 2014 هم چنین یک هشدارها و نگرانی ها متوجه افغانستان بود و سال 2014 را یک کابوس وحشتناک برای مردم افغانستان پیش بینی میکردند اما 2014 گذشت بدون کدام وقایع کابوسه دقیق است این پیام توری که یا مردم خود قناعت تا کمک که به افغانستان میشه چرا اوزا بهبود نیافته تغییر نکده یا پیام ها را مکرر انتکرار میکنه تا ذهنیت مردم عامی خود نگاداری کنه که اینا ما فشار وارد میکنیم اما این دولت مستقل است ما مداخله کده نمیتونیم اما خواهش ما ای است که تنها پیام سیاسی کفایت نمیکنه و شاید میگه کدام وقتی که گور گور بگوین این ای دفعه راست هم که دولت توانایی اصلاحات نداشته باشه و یا به پیامای خود کفایت بکنه اوضاع بدتر شوه و از این ناحیه تروریستا سو بله. استفاده بله. و خیلی کوتا بگوین آیا مردم افغانستان نگران سرنوشتشان تا اخیر سال 2016 باشن و یا خیر من فکر میکنم جامعه بین المللی بصورة كل و كي که در ای پروگرام دارن مثل روسيا ايران هند و ارزوې شان سیاست شان ای نيست کې وضعیت افغانستان ازیک کده بهتر شوه ما فکر میکنوم ای پیغام ها یکچی امیدواری را به مردم افغانستان مته کې جامعه بيدین مللی بیدار است و دولت افغانستان په تهله میکنه تا در جهت تغییر و اوردن اصلاحات و ازمیان بردن فساد و حکومتداری خوب کار بکنه ما به ای باور دارم مسله سقوط نفیست اما مشکلات وجود داره تا ای دولت مردان ما برای پیشرفت یک عزم جدی به میان یونس فکر آگاه مسائل سیاسی خیلی سپاس از حضورتون در برنامه و همچنان نعیم لالای از نماینده های مردم در مجلس نمایندگار وعده کرده بود به برنامه حضور میابه اما به وعده خود متاسفانه وفا نکرد سپاسگزارم از شما بیننده ها هم تا حال در اخیر یک خبر کوتاه حیات سرشناس بریتانیایی لباس جالب را برای یک اسب در راهی کرد این خیاط میگوید که این پروژه یکی از بزرگترین چالش هایی بوده که او در طول دوره کاریش با آن مواجه شده است او برای دوختن این لباس از 18 متر پارچه استفاده کرده که ده برابر اندازه ای است که برای سوارکاران می دوزند. لباس سفید، کروات آبی و یک کلا لباس های این اسب بود که در فستیوال چنتنهام شرکت کرد. این حیوان با عنوان خوشتیب ترین اسب شناخته شد. بانوسند هم خیاطین حسب می گوید که این لباس برای از پای مختلف امتحان شده ولی آنها پس از پوشیدن لباس بسیار ناآرام و بیقرار بودند اما این اسب بر راحتی این لباس را پوشید و با همین لباس در مسابقه شرکت کرد این فستیوال که در ایرلند برگزار شد طرفداران بسیاری دارد